جلسه هفتم. در جلسه گذشته از درس 36 تا 40 تمرین کردیم با هم. امروز درس 41 رو می‌خوایم بزنیم. تو درس 41 نوت زینتی داریم اولش که بهش میگیم پیش ریز. همونطور که از اسمش معلومه قبل از ریز می‌خوره. دایره نوت رو خط اوله که میشه توم. یه توم که کوچیک نوشته شده و روش یه خط کشیده شده. وقتی که روش خط میکشن یعنی به حساب زمان نمیاد. نوت زینتیه، برای زیبایی کار استفاده میشه. جز شمارشمون به حساب نمیاد. یه توم بلافاصله ریز. اول اینو تمرین کنید که یه دونه توم بزنید بلافاصله ریز، بدونی که بینش فاصله بیفته. برای شمارش نوت جلوی نوت یه دونه نقطه گذاشته. نوتمون نوت سفیده که جلوش نقطه گذاشته. اگر جلوی نوتی نقطه بذارن نصف ارزش اون نوت بهش اضافه میشه. نوت ما یه نوت سفیده که اگر که قرار باشه نصفی بهش اضافه بشه، نصف سفید میشه نوت سیاه. یه سفید خودش معادل دو تا سیاهه. یه سیاه هم بهش اضافه شه میشه سه تا سیاه. کسرمون 3/4. ما برای کسر 3/4 سه تا نوت سیاه لازم داشتیم که اینجا یه دونه سفید نقطه دار گذاشته شده. سفید نقطه دار، سفیدش خودش معادل دو تا سیاه، یه سیاه دیگه هم که به اندازه نقطه میخواد بهش اضافه شه میشه 3 تا سیاه. همون توموریزی که با هم تمرین کردیم تمام شمارش 1 و 2 و 3 و ما رو میگیره. 1 و 2 و 3 و تو درسای قبلی نوت سفید رو داشتیم که به اندازه 2 شماره میکشیدیمش. هر جا نوت سیاه داشتیم 1 شماره میکشیدیم، هر جا نوت سفید داشتیم 2 تا میکشیدیم و این بار سفید نقطه دار. برای سفید نقطه دار 3 شماره. 1 و 2 و 3 و تکرار. 1 و 2 و 3 و 1 و 2 و 3 و. برای که بین توم تا ریز فاصله نیفته، به محض اینکه توم رو زدیم ضربه چپ ریز رو میزنیم که بین توم تا ریز فاصله نیفته. این درس پیشریز ما تومه، اما پیشریز میتونه هر چیزی باشه. میتونه بک باشه، میتونه انگشت سوم باشه، میتونه پلنگ باشه. هر چیزی میتونه جای ضربه توم قرار بگیره. اگه با بک باشه میشه، اگه با ضربه انگشت سوم باشه، اگه با پلنگ مثلا با پلنگ 3 باشه، یا حتی میتونه چند تا ضربه باشه، مثلا توم پلنگ بک، بک پلنگ جارو. هر چیزی میتونه جای پیشریز قرار بگیره. تو این درس تومه. تکرار میکنیم. 1 و 2 و 3 و. 1 و 2 و 3 و. درس 42. ضربه اشاره. اشاره رو قبلا یاد گرفتیم. از 2 تا صدا تشکیل میشه. ضربه اول انگشت دوم میزنه. بعد همونجا میمونه تا انگشت اول بیاد پایین. اشاره هم نوت زینته. برای زیبایی کار استفاده میشه. برای همین شمرده نمیشه. به محض اینکه اشاره تموم شد یه توم پشت سرش میخواییم بزنیم. اول اینو تمرین کنید که 3 تا صدا باید پشت سر هم بده. 3 تا صدا دا دا دام. اینو تمرین کنید که اول به سرعت خوب برسونید یا بتونید تعداد زیاد بزنید. وقتی که میخواییم تمرینش بکنید یادتون باشه که پشت سر هم نزنید. یعنی ما اینو نمیخواییم. باید دونه دونه بزنیم تا صدا شنیده بشه. قطع میکنیم، دست رو آماده میکنیم، یه ضربه دیگه. یکی دیگه. تو درس 42 اشاره و توم جفتش با هم میشه 1 و. یعنی ما نوت اصلیمون که توم هست یه نوت سیاهه میشموریم 1 و. این 1 ما قراره که با نوت اشاره زینت داده بشه، میشه 1 و. 1 و. 1 و. نوت سفید بعدیمون هم که ریزه 2 و 3 و. دوباره 1 و 2 و 3 و. 1 و 2 و 3 و. 1 و 2 و 3 و. تو درس 42 اشاره به توم وصل شده. ما جای دیگه داریم که اشاره میتونه به بک وصل بشه. اشاره میتونه به انگشت سوم وصل بشه. میتونه به ریز وصل بشه. پس اشاره میتونه به هر نوتی وصل بشه. تو درس 42 به توم وصل شده. با سرعت بالاتر. 1 و 2 و 3 و. 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 درس 43. همچنان کسرمون 3/4. نوت اولمون اشاره تومه که ضربش رو تو درس بالا یاد گرفتیم. دوتاش با هم میشه 1 و.
بعدش ضربه‌ای که داریم علامت پلنگ و بک رو با یه خط به هم وصل کرده. وقتی دو تا نوت با یه خط به هم وصل میشن یعنی دو تا ضربه باید همزمان با هم بخوره. یکیش پلنگ سه، یکیش بک راسته که باید همزمان بخوره. باید یه صدا بده. از ابتدا میشماریم یک و دو و سه و ادامهش یک و دو و سه و تکرار دو میزان قبل یک و دو و سه و ادامهش یک و دو و سه و برگشت به اول. همین کاری که تا اینجا انجام دادیم یه بار دیگه تکرار میکنیم. یک و دو و سه و 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 آخرش یک و دو و سه و یک و دو و سه و تونتر یک و دو و سه و 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 برگشت به اول. یک دو و سه و یک و دو و سه و یک و دو و سه و یک و دو و سه و آخرش یک و دو و سه و یک دو و سه و بدون شمارش. صفحه بعد درس 44. همچنان کسرمون سه چهارمه میشموریم. یک و دو و سه و ادامهش یک و دو و سه و ادامهش یک و دو و سه و یک و دو و سه و اینجا علامت برگشت به اول داریم. برمیگردیم از ابتدا که زدیم، بعد قسمت آخرشو میزنیم. از ابتدا یک و دو و سه و 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 آخرش یک و دو و سه و یک و دو و سه و با سرعت تندتر یک و دو و سه و 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 برگشت به اول. دو و سه و یک و دو و سه و یک و دو و سه و یک و دو و سه و آخرش یک و دو و سه و یک و دو و سه و بدون شمارش از ابتدا. درس 45. یک و دو و سه و میزان اول مثل درس 42، همون اشاره توم اولو داریم. یک و و ریزمون هم که به اندازه دو شماره میکشیم چون نوتمون سفیده. دو و سه و در ادامه یک و دو و سه و یک و دو و سه و یک و دو و سه و سکوت، یه سکوت سیاه میشه سه و ادامهش یک و دو و سه و یک و دو و سه و خط پایین یک و دو و سه و یک و دو و سه و برگشت به اول. یک و دو و سه و 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 با سرعت بالاتر میشماریم. یک و دو و سه و یک و دو
و سه و یک و دو و سه و یک و دو و سه و یک و دو و سه و یک و دو و سه و یک و دو و سه و یک و دو و سه و برگشت یک و دو و سه و 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 بدونی شمارش درس 45 درس 46 یه اشاره تومه اولش داریم یک و نوت ریزمون یه نوت سیاه دو و ضرب سوم دولا چنگه شمارش دولا چنگ رو میدونیم با او میشموریم سه او و او برگشت داریم تکرار میشه یک و دو و سه او و او دو تا علامت تکرار داریم که بالاش دو و سه نوشته یعنی همون میزان اول بنزه سه بار باید تکرار بشه یه بار خودش هست علامت تکرار بعدی میشه دو بار تکرار بعدی میشه سه بار بعد میریم میزان آخر میزان اول رو سه بار میزنیم میریم میزان آخر یک و دو و سه او و یک و دو و سه او و یک و دو و سه او و او آخرش یک و دو و سه و برگشت یک و دو و سه او و یک و دو و سه او و یک و دو و سه او و یک و دو و سه و توی میزان اول بعد از اینکه آخرین پلنگ رو زدیم سه او و او بلافاصله برای برگشت از اشاره میخوایم استفاده کنیم که بازم با دست چپه تو اینجا دست چپ باید سرعت عمل داشته باشه که به محض اینکه پلنگ سه رو زد بلافاصله اشاره رو بزنه میشه سه او و او یک سه او و او یک سه او و او یک اینو جداگونه تمرینش بکنین که توی درس به مشکل بر نخورین 46 رو از ابتدا با سرعت بالاتر میزنم یک و دو و سه او و او یک و دو و سه او و او یک و دو و سه او و او یک و دو و سه و برگشت یک و دو و سه او و او یک و دو و سه او و او یک و دو و سه او و او یک و دو و سه و بدون شمارش پایان جلسه هفتم تا آخر درس 46 زدیم در جلسه آینده از 47 بعد از اشاره توم بلافاصله پلنگ سه رو میخوایم تو درسای بعدی تمرینش بکنیم استفاده از اشاره رو تو درسای قبلی لطفا خوب تمرینشون بکنین که آمادگی لازم رو برای درسای بعدی داشته باشین